مقامات افغان در جنوب آن کشور گفتند که شورشیان طالب 17 تن ملکی را سر بریدند. به گفته مقامات ولایت هلمند، طالبان بر روز یکشنبه 15 مرد و 2 زن را در ولسوالی موساقله پس از آن سر بریدند که آنها در یک محفل موسیقی مختلط گرد هم جمع شده بودند. ساعت بعد از این رویداد شورشیان طالب یک پوسته نظامی متعلق به نیروهای افغان را در ولسوالی واشر ولایت هلمند مورد حمله قرار دادند و 10 تن دیگر از نیروهای افغان را کشتند. سلسله کشته شدن سربازان نیروهای بین‌المللی از سوی همسنگران افغانشان با کشته شدن 2 سرباز دیگر ادامه پیدا کرده است. این واقعه امروز به وقوع پیوست که جزئیات بیشتر آن را در این گزارش مشاهده می‌کنید. یک سرباز اردوی ملی افغانستان امروز دوشنبه در پایگاه واقع در ولایت لغمان بر سربازان ناتو آتش گشوده و 2 تن آنان را کشت. این تازه ترین واقعی کشتار نیروهای بین المللی ذریعه همسنگران افغانشان به شمار می رود. بریج جنرال گنتر کاتس سخنگوی آیسف در رابطه با واقعی امروزی معلومات مختصری ارائه کرد. می توانم تایید کنم که امروز طی رویداد در ولایت لغمان یک سرباز اردوی ملی افغان 2 عسکر آیسف را با ضرب گلوله کشت. سخنگوی ناتو افزود که فرد مهاجم نیز در این حمله کشته شده و در رابطه با واقعه تحقیقات جریان دارد. شماری عساکر خارجی که صرف طی یک ماه گذشته از سوی افراد منصوب به نیروهای ملی افغان کشته شدند به 12 تن رسید. سخنگوی آیسف باری دیگر دست داشتن شورشیان را در این گونه حملات محدود خواند. ما در حدود 10% این گونه واقعات با وضوع یک ارتباط مستقیم حمله کنندگان را با شورشیان ملاحظه می کنیم. در 15% سایر وقایع ما به موجودیت یک رابطه با شورشیان مشکوک هستیم، اما با آن هم موجودیت این گونه ارتباطات مطلقا به اثبات نرسیده است. با ذکر این دو نکته به این نتیجه رسیدیم که حدود 25% این حملات به نحوی به شورشیان ارتباط می گیرد. از سوی دیگر سایمن گست نمایندگی ارشد ناتو در امور ملکی افغانستان طی مصاحبه با تلویزیون ناتو بر تهدید حملات عناصر نفوذی در صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی روشنی انداخته و اظهار امیدواری نمود که این تهدیدات با مرور زمان از میان برود. حقیقت این است که اردو و پلیس ملی افغانستان جوان بوده، یعنی در مرحله ابتدایی قرار داشته. ما این قوا را با شتاب بسیار تشکیل دادیم. فکر می کنم با مرور زمان این نیروها به پختگی برسند و افسران آن تجربه بیشتر حاصل کنند. این گونه تهدیدات نیز به تدریج از بین خواهد رفت. گز همچنان بر اهمیت موجودیت نیروهای افغان تاکید ورزید و گفت که این نیروها پاسدار مردم افغانستان می باشند. احمد فعاد، رامی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.